خط شد دوستا حالا معذرت میخوایم که قطع شد با درود میر با دوستای گرامی بس قبلی که صحبت میکردیم قطع شد یک زنگ آمد قطع شد و دوباره خدمت دوستا هستم امیدوار هستم که دوستا صدا را بشنوند و بس ادامه بدیم درباره بس نظریه پست مدرن یا پست مدرنیزم در ارتباط به ادبیات و زیبایی شناسی صحبت میکردیم آن صحبت تا جای صورت گرفت و صحبت شد که عرض کردیم که مثلا نظریه آچن درباره اقتباس بازیای زبانی ساخته شدن متن تلفیق و ترکیب متن ها و این مباحث چی هست و این مباحث را عرض کردیم و بحث دیگه ای که مطرح میشه در ارتباط به نظریه های پسامدرن که مطرح است بحث فیمینیستی هست که اینجا این بحث در قبلا ما نظریه های پسامدرن در آرای لیوتار در آرای ژان بودریار و در آرای آچن مطرح کردیم و موارد دیگه ای را هم بحث پسامدرنیزم درباره نظریه های فیمینیستی مطرح میکنیم نظریه های فیمینیستی دوستا میدانند که نظریه های فیمینیستی هم نظریه های مدرن داریم و هم نظریه های پسامدرن داریم یعنی فیمینیزم سه مرحله داره و مرحله اول است مرحله دوم است و مرحله سوم است که میتونه مرحله سوم مرحله پسا مدرن باشه مثلا در مراحل اول یا دوم ما میتونیم نظریه های کتاب جنس دوم در نظر داشته باشیم که مطرح میشه و بیشتر نظریه های مدرن است ولی در نظریه های پسا مدرن که بحثی هم این نظریه های پسا مدرن فیمینیستی هم درباره سیاست مطرح است هم درباره قدرت مطرح است هم درباره فرهنگ مطرح است و هم درباره ادبیات و ادبیات زنان مطرح است یعنی مطرح میکنه که جایگاه ادبیات یا جایگاه زنان در ادبیات کجا است ما در ارتباط به مباحث دیگری فیمینیستا حرفی اینجا مطرح نمی کنیم ولی در ارتباط به مباحث پسامدرنیستی صحبت می کنیم که در نظریه هیریگاری و در نظریه دانا آروی مطرح است هیریگاری دو کتابی داره یکی آینه زن دیگر و یکی هم جنسی که جنس نیست و دانا کتابی داره میمون سانان مقالاتی داره به نام میمون سانان سایبورگ و زنان یعنی در اینجا نظریات پسامدرنیستی را درباره چی مطرح میکنه؟ درباره جنس و بدن مطرح میکنه ما مثلا بدنی که ما در دوره پیشامدرن داریم بدنی که در دوره مدرن داریم بدنی که از او در دوره پسامدرن مطرح است این معرفت ها درباره بدن متفاوت است یعنی ما در دوره پیشامدرن کوشش میکنیم که از یک معرفت واعید از بدن ارائه بکنیم و این بدن هم توسط کدام معرفت ارائه میشه کار کردش توسط معرفت دینی ارائه میشه توسط ادیان ارائه میشه و ادیان را شما اگر ببینید شریعت و این موارد ادیان را ببینید فقه و شریعت ادیان را ببینید کلا درگیریش با بدن هست با خصوص با بدن زنان هست که مثلا بدن زن چطور باشه و چگونه ازش استفاده شوه بس اینجا میگه که قدرت دیانت و دولت در پی تصرف بدن انسان است در پی سلطه بر بدن انسان است یعنی بدن انسان را میخواهد بر بدن انسان حکومت بکنه و بدن انسان را در اختیار خود داشته باشه و در نظریه های مدرن مولا فوکو که مطرح میکنه انتقاد داره در کتاب تاریخ جنسیت و در
تبارشناسی دانش این وارد نقد وارد میکنه که مثلا بحث بدن را مطرح میکنه که بحث سلطه بر بدن را مطرح میکنه بحث همه این موارد را مطرح میکنه که در واقعیت هم قدرت چگونه بر بدن میخواد تسلط داشته باشه یا حتی بحث فوکو این است که مثلا خود دانش پزشکی به گونه سلطه بر بدن است و این دانش و با قدرت همسویی داره و قدرت از علم استفاده میکنه و علم و قدرت با هم دیگر در تبارشناسی دانش مناسبت داره از اینجا هست که بحث بدن مطرح میشه و بحث بدن در پیش مدرن در مدرن و در پس مدرن متفاوت است و اینجا است که نظریه پس مدرنیستی درباره جنس و درباره بدن دیدگاه خود داره این نظریه در کتاب جامعه شناسی بدن مطرح شده و تمام نظریه های مدرن و پس مدرن در این کتاب درباره جنس و بدن مطرح شده که دوستان می توانند در صورت علاقمند باشند کتاب جامعه شناسی بدن را مطالعه بکنند در اونجا با بحث بدن و تصوری که از بدن وجود داشته در تاریخ می بینند جنسی که جنس نیست بحث حالا در اینجا این است که چالشی در بحث جنس است ما همیشه در جنس از جنس چی در دوره پیش مدیر چی در دوره مدیر یک تصور مطلق داریم یعنی اگر میگیم همه چیز تغییر بخوره اما جنس تغییر نمیخوره مرد مرد است و زن زن است و دیگر جنس ها را معمولا میزنیم به کنار به آشیه و تنها به دو جنس اعتبار میدیم که یکی جنسی مرد است و دیگری جنسی زن است همین دو جنس را جنسی ازلی معتبر فکر میکنیم اما جنس های دیگری را که مثلا آلاب جنس های دیگری هم وجود داره که نه زن هست و نه مرد است معمولا این جنس ها یا تابو دانسته شده یا سرکوب شده یا کتمان شده ولی امروز دیگر در این نظریه های پوست مدرن یا در مناسبات اجتماعی پوست مدرن این جنس ها هم مطرح است و مناسبات جنسی فراتر است دو جنسی که ما تصور داریم و این دو جنس تنها بحث مناسبات جنسیش مطرح بود دیگه مورد چالش قرار گرفته که بحث خرد فرهنگ ها هم یک ارتباطش به همین مناسبات جنسی فراتر از تصوری که ما از جنس داشتیم وجود داره اینجا است که بحث جنسی که نقد بیشتر فیمینیست ها به بحث جنس است اول جنس مشخص میشه که ما مثلا جنس زن و جنس مرد و بعد نقش های جنسیتی است جنس با نقش های جنسیتی فرق داره نقش های جنسیتی بیشتر امر فرهنگی است جنس بیشتر امر طبیعی است نقش های جنسیتی مثلا مرد این کار رو بکنه زن این کار رو بکنه اینا نقش های جنسیتی است ولی جنس تفاوت میکنه وقتی که این نقش های جنسیتی مورد نقد قرار میگیره و دیگه جایگاه نقش های جنسیتی با آن صورتی که ما فکر میکنیم با آن صورت ثابت و مشخص دیگه نمیشه باید مردم دیگه کالا بشه یا مشکل نداره حتما این نقش جنسیتی نیست که این متعلق به زن باشه حالا مردم میتونه طفل پرورش بکنه مشکلی نداره حالا در نظریه های پس و مدرنیستی پزشکی حالا میتونه که مردم میتونه به خود رحم بکاره یا رحم بسازه و مشکل نداره و میتونه که چیز کنه میتونه حتی بزایه حالا فرق زیادی نداره یعنی این امکانات یا برای امروز یا برای چند سال بعد دیگه وجود داره از این جهت است که بر این تصور ما از جنس و بر تصوری که ما از جنس زن داریم توسط دیدگاه های پس مدرنیستی نقد وارد میشه و این تصور ثابت و ساختاری مورد چالش قرار میگیره که لوس ایرگاری بیشتر از نظری از این نظریه را مورد انتقاد قرار میده و دانا آرمی فراتر میره بحث بدن را و بحث بدنهای متکثر را تفاوت بدن را دیگه
در فراتر از این نظریه های مدرن مطرح میکنه در مناسبات اجتماعی فرهنگی و علمی و نظری سیاسی پس مدرنیستی مطرح میکنه در اینجا چیست؟ در اینجا این است که ما با دو جنس یا با چند جنس روبرو نیستیم با بدن متکثر روبرو هستیم هر بدن ما نباید به زنها به یک قشر به یک طبقه نگاه بکنیم هر زن یک فرد است یعنی با بدن تفرد یافته و فردیت یافته روبرو هستیم هر زن یک فرد است احساسات علایق و موارد خود داره و این بدن متفاوت خود داره و ما در مثلا تا خالکوبی یا تتو که مطرح است امروز یا حتی جراحی پلاستیکی مطرح است اینا کلش بحث های از ناشی از نظریه های پست مدرنیستی و خرده روایت ها و خرده فرهنگ ها از بدن است که انسان می خواهد که بدن های متفاوتی داشته باشه با وصفی که همه ما بدن های متفاوتی داریم و بازم این تفاوت مطرح میشه و تفاوت ها بیشتر و بیشتر میشه و هر کس تفاوت خود می خواهد در بدن خود نشان بده و بحث دیگه هم در نظریه های پس مدرنیستی بحث ماده بدن و بحث این که ما چقدر فکر ما متاثر از بدن ما است و دانایی و معرفت با بدن چی ارتباطی داره این بحث ها مطرح میشه و با وصف تر این بحث ها با وصف بدن های متفاوت با وصف تصور ما از کثرت بدن دانا آروی خیلی یعنی خیلی پیشروانه بحث بدن و تفاوت بدن و تفاوت جنس را و تفاوت جنس زنان را با بحث سایبورگ مطرح میکنه با بحثی که ما مثلا در چی ما دیگه در آینده نزدیک با جنس های متحول و پویا روبرو هستیم و این جنسی را که تصور میکنیم که مثلا این جنس جنس زن هست یا جنس مرد است دیگه ما با چنین جنسی مشخص و ثابتی روبرو نخواهد بودیم عملا با جنسی پویا روبرو خواهد بودیم که دیگر بحث جنس از نظر این که زن و مرد است و هر دو جنس به عنوان نمونه های ازلی در نظر گرفته شود چون این چیزی با چالش میره و با سایبورگ با ماشین و با تکنولوژی بدن مناسبات جدیدی برقرار میکنه و بدنهای جدیدی و بدنهای متفاوتی و جنسهای حالا اگر به صورت ثابت نگوییم جنسها و بدنهای پویا و متفاوتی روی کار میه که اینا هم بحث بدن و بحث جنس و بحث جنسیت در نظریه های پس مدرنیستی هست که اشاره کردم که به هر عرصه خود پس مدرنیز فیمینیستی یک عرصه گسترده است که به سیاست به قدرت به معرفت بشری مثلا مورد سوال قرار میده که جایگاه زنان مثلا در دین کجا است جایگاه زنان در قدرت کجا است جایگاه زنان در ادبیات به عنوان یک خواننده چیست و جایگاه زنان به عنوان در ادبیات به عنوان نویسنده چیست و جایگاه زنان به عنوان مصرفگری هنر و ادبیات چیست و جایگاه زنان به عنوان تولیدگری ادبیات و هنر چیست ادبیات زنانه با ادبیات مردانه چی تفاوتی داره ما به این تصور هستیم از نظر مدرن که معرفت مردانه معرفت میوری است و آنچه را که معرفت مردانه میگیم به عنوان معرفت بشری قبول میکنیم و معرفت های زنانه و زبان زنانه شعر زنانه که از احساسات زنانه گفته شده دو اینا را بیشتر جنبه خصوصی در نظر میگیریم میگیم که این موارد خصوصی هست و این موارد نباید وارد ادبیات شود در حالی که در نظریه های پسا مدرنیستی فیمینیستی این موارد مورد نقد قرار میگیره و خود زبان زنانه ادبیات زنانه سلیقه زنانه اینا بحث های مطرح میکنه و بحث هایی است که در نظریه های پسا مدرنیستی در باره فکر زنانه در باره جنس و جنسیت در باره بدن و تفاوت های بدن در باره جنس پویا مطرح میشه که دوستانی که علاقمند بیشتر این مباحث باشه هم در کتابی که جنسی که جنس نیست و
وام در کتاب ها و مقالات دانا آروی که دانا آروی هم زیست شناس است هم جامعه شناس است و هم نظریه های پسا مدرنیستی فیمینیستی است. این مباحث جنس و دانایی از جنس، مباحث بدن، تفاوتی بدن، بدن های متکثر را مطرح کرده و اونجا دوستان میتونن این مباحث را دنبال بکنن. با بسیار معذرت میخوایم که چند بار بس قطع شد، لایف قطع شد. ما برای این که فشرده بسازم در بحث نخست در برای معرفتی پست مدرنیستی، نظریه های پست مدرن صحبت کردیم و بعد این معرفت را در چهار آرا که نظریه های لیوتار بود، نظریه های ژان بودریار بود، نظریه آچن بود و نظریه فیمینیست های پسا مدرن مانند دانا آروی و ایریگاری بود، در این نظریه ها مطرح کردیم و امیدوار هستم مقدمه و بحثی شده باشه که مورد استفاده دوستان قرار گرفته باشه. و در ارتباط دوستان سوالایی کردن، سوالایی را کردن که این سوالا و پرسش ها پرسش مطرح کردن که البته من رفت تیر شد، من نتونستم پرسش ها را بگیرم و این موارد را الله اگر نظریه های پس مدرنیستی را در جامعه خود مطرح بکنیم که مثلا ما چی ارتباطی داریم، چون امروزه یک بحثی است که بحثی جهانی شدن است، اگرچه همین بحثی جهانی شدن هم یک نظریه مدرن است. چرا نظریه مدرن است؟ در جهانی شدن جهان شمولی مطرح است. نظریه های پس مدرن هر مخالفی هر گونه یا علیه جهانی شدن است، یعنی میگه که یک نظریه نمیتونه جهانی شود، مثلا نمیتونه قدرت غربی جهانی شود. حالا شما میبینین گناهی از حکومت وجود داره، یعنی همه حکومت های جهان امروز دموکراتیک یا از طریق دموکراسی نیست، بنابراین اینجا مباحث جهانی شدن با چالش قرار میگیرم. اما باعث هم بعضی چیزا هست، حالا مثلا ما که زمین اینترنت استفاده میکنیم به گونه یک شبکه جهانی است، اما بحث این است که وقتی که ما استفاده میکنیم این استفاده ها عمومی نیست که مثلا همه یکسان استفاده بکنه. باعث اینم با بنا به منطق نظریه جهانی شدن یا دیکده جهانی ما میتونیم حالا با مدارا مدرک کنیم که مباحث پسا مدرنیستی یا نظرهای پسا مدرنیستی در مناسبات فرهنگی اجتماعی ما در کجا قرار داره. اگر این مباحث را بخواییم یا این نظریه ها را مطرح بکنیم با برداشت دیکده جهانی یا جهانی شدن، حالا شما میتونین توجه بکنین که اول این سوال را مطرح بکنیم که ما از نظری مدرن یا از نظری فلسفه مدرن در کجا قرار داریم؟ امروز آیا کلان روایت ها در جامعه ما، کلان روایت هایی که دانایی که ما دانایی و معرفت خود از این کلان روایت ها کمایی میکنیم، کلان روایت های علمی و روشنگرانه است یا کلان روایت های قرون وسطایی و دینی است؟ تصور ما ایست که کلان روایت های معرفتی ما در کل کلان روایت هایی است که دینی است، یعنی روایت است، به تعبیر لیوتار کلان روایت است، نه روایت علمی. از اینجا ما مناسبات اجتماعی، ازدواج، ساختار قومی، ساختار شهری، همه ما پیشا مدرن است به نوعی. مثلا شما اگر در کابل نگاه بکنید، مثلا یک بخش کابل طرف سرای شمالی تاجیک نشین است، طرف برچی غرب کابل هزاره نشین است، طرف چهار آسیاب پشتون نشین است، یعنی به همو قریه و قشلاق قومی تبدیل شده کابل. یعنی ما ساختار مدرنی اجتماعی رو نداریم که مثلا اینجا اقوام و قبایل مطرح نباشه در یک زیست شهری، بلکه افراد مطرح باشه، هر کس زندگی بکنه بدون از اینکه بدانه که این قومیتش کی است کی نیست.
این ساختار اجتماعی و ساختار زندگی کلا پیشامدرن است. یا حتی در افغانستان، در دولت افغانستان شما مثلا میبینید ما دولتی مدرن به تعبیر مدرن نداریم، بلکه دولتی داریم از اتحاد قبایل و اقوام تشکیل شده، یعنی مثل ملک الطوایفی قدیم هست، یا حتی هم ملک الطوایفی هم باشد بهتر است. مثلا یک گونه فدرالیزم مطرح است، یک کسی امپراتور است و تعدادی هم رئیس های قبایل هست و به این امپراتور مالیه میپردازه و زندگی میکنه. از اینجا هست که ما وقتی بحثی حکومتداری و دولتداری مدرن را مطرح میکنیم، میبینیم که تعدادی از سران قومی هست با هم ائتلاف میکنن، با هم جور میان، با هم یک ساختاری را شکل میدن که این ساختارها کلن سنتی هست و کلن همون ائتلاف و اتحادهای قومی است که در گذشته ها وجود داشت. و از این جهت و در مناسبات مثلا ازدواج رو ببینید، در مناسبات سایر مناسبات ها رو ببینید، مثلا اگر یک دختری هزاره فرض مثال با یک پسری تاجیک دوست شوه، ولی این پسرهای هزاره این دختر میکشن که چرا مثلا در هزاره هیچ پسر نبود، مرد نبود که رفتی با مثلا با یک تاجیک یا پشتون دوست و رفیق شدی، باعث ننگ و عزتی ما شدی، عزت و ننگ ما را ریختند. یعنی بحث ناموسی که مثلا در گذشته وجود داشت، اینا کلا سنتی است. از این جهت ما وارد مناسبات مدیر نشدیم. و همینطور که وقتی که در بحث معرفتی هم میگیم، حالا میگیم که این مناسبات اجتماعی سنتی هست و چیز هست، حالا از نظر نظری هم ما مثلا متن لازم تولید نکردیم که مثلا فلسفه یا معرفت مدرن در یک چارچوب نظری هم مطرح شده باشه، مطرح نشده. اگر مطرح هم هست با گفتمان تبدیل نشده، یعنی گفتمان های دینی، گفتمان های روایت های کلان، روایت های دینی مذهبی تأثیر گذار هست و گفتمان های فلسفی و فلسفه مدرن جایگاه و تأثیر گذاری خاصی ندارد در مناسبات حتی دانشگاهی و اکادمیک. یعنی نگاه ما به علم هم اما نگاه های کلان روایتی میتافیزیکی هست. از این جهت ها ما نمیتونیم واقعا بگوییم که ما ساختارهایی را در جامعه خود داریم که این ساختارها و مناسبت ها پست مدرن است، یا ما نظریه هایی را داریم که این نظریه ها پست مدرن است. در نظریه زبانی یک نظریه مطرح است که میگه که اگر ساختارهای اجتماعی و فکری هم تغییر نکرده باشه، چون نظریه پست مدرنیسم در ارتباط به ادبیات یک نظریه زبانی است، میتونه زبانها و ادبیاتها از یک دیگر متاثر باشه و بازی های زبانی یا شگرد های پست مدرنیستی بدون از آن که فکر اجتماعی یا مناسبات اجتماعی در آنجا با وجود آمده باشه، این نظریه ها میتونه چی؟ میتونه از طریق زبانها ترجمه انتقال بکنه. از این جهت میشه که با مدارا مطرح کرد که مثلا امروز ما در ادبیات فارسی در ایران داریم این نمونه ها، در افغانستان هم تعدادی از دوستان ادعا دارن که مثلا شعر پست مدرن گفته یا داستان پست مدرن نوشته یا متن پست مدرن تولید کرد. اما این متن ها از اونجایی که کسانی که ادعای تولید این متن ها را داره یا ادعای ساختن این متن ها را داره، فکری پست مدرنیستی یا معرفت پست مدرنیستی و نظریه های پست مدرنیستی را دقیق نمیدانه، بنابراین نمیتونه این شگرد ها را آنچنانی که لازم هست با یک چشمانداز معرفتی در ساخت ادبیات، در پرداخت ادبیات مطرح بکنه. از این جهت بیشتر تقلید است و بیشتر میتونه رونوشت و کپی برداری باشه. بنابراین من فکر میکنم که ما بجای این که ذوق زده شویم برای نظریه های پسامدرنیستی یا پسامدرن، بیشتر است مباحث مدرن جدی بگیریم، چون برای ما مهم مباحث مدرن است. جامعه های وارد مباحث پست مدرنیستی شدند که مباحث مدرن در آن جامعه ها
چی از نظر ساختار اجتماعی، چی از نظر مناسبات فکری، چی از نظر تولید متن نادیده شدند و بعد همین نظریه های پست مدرنیستی هم در واقع هم نتیجه و تداوم نظریه های مدرن و مدرنیزم بودند که در آن کشورها به وجود آمدند و در آن کشورها مورد بحث قرار گرفته. زیرا نظریه پردازان متوجه شدند که خرد فرهنگ ها و خرد مناسبت های اجتماعی، شیوه زندگی، مهندسی، نقاشی، تولید متن با وجود آمده که این تولید متن چی است؟ این تولید متن و این مناسبات اجتماعی دیگه با مؤلف های مدرن مطابقت نداره و برابری نداره. بنان برای خانش و برای شناخت و برای بررسی این تحولات نظریه های رو مطرح کرده که این نظریه های پست مدرنیستی است، در حالی که ما هیچ گونه تغییر و تحولی در جامعه خود نمیتونیم ببینیم. درست است که ما هم از موتری استفاده میکنیم که 2000 که در امریکا هم استفاده میکنیم، ما هم ممکن است از ساختمانی استفاده کنیم که امکان میکنه. مثلا رهبران ما، مثلا استاد سیاف هم از وسایل و چیزهای استفاده میکنه که مثلا ترامپ ممکن استفاده کنه، مثلا استاد محقق هم همینطور، دکتر عبدالله هم همینطور، و همه از این وسایل استفاده میکنه، از این وسایل مدرن، یا حتی میتونه این وسایل بعضیشان پست مدرن باشه، یعنی ساخت و ترکیبشان. اما با استفاده از این وسایل یا آوردن این وسایل ما نه مدرن میشیم نه پست مدرن میشیم. اول باید دیدگاه و نگاه ما به جهان و به مناسبات بشری و معرفتی تغییر بکنه که بعد بتونیم مباحث مدرن و مباحث پست مدرن مطرح بکنیم. هم مباحث مدرن و هم مباحث پست مدرن در مناسبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، زیبایی شناسی مطرح میشن. یعنی بدون این مناسبات در خلا نمیتونه وجود داشته باشه یا نمیتونه مطرح شه. بسیار خوشحال شدم. سلامت باشید دوستای گرامی. اگر برای اینکه بس پست مدرنیستی بود، حالا اگر قطع کنیم این رقمی علیه همین بس میشه، میگه هم حرفا را خودش گفت و هیچ نظر و سوالی را هم مورد نظر قرار نداد. دوستایی که اگر سوال و ابراز نظری داشته باشه، سوال و نظری دوستارم میشنویم، بعد هم از خدمت دوستا میرویم. خب، آقای جویا سوال کردن که نگاه شما نسبت به ادبیات کاربردی و تاثیر آن بر ذهنیت جامعه چیست؟ ببینید، ما یک بحث عقلانی و فلسفی داریم و یک بحث ادبی و زیبایی شناسی داریم. در ارتباط به بحث ادبی و زیبایی شناسی باید عرض بکنم که ما باید تفکیک بگذاریم بین مباحث عقلانی، فلسفی و انتقادی و مباحث زیبایی شناسی. و مهم این است که باید اول
ما بويس زيبويش ما بويس عقلاني فلسفي وعلمي تعاول بكنا وقتي كي ما بويس عقلاني فلسفي وعلمي تعاول كرد بر باس زيبوي شناسي هم تاثير میگذاره و زيبوي شناسي هم دچار تعاول میشه از این جهت تعداد میبینم این روزا که میگه که ما با شعر و ادبیات مثلا ذهن جامعه را تغییر میتیم و ذهن جامعه را دچار تعاول میکنیم در حالی که نمیدانن آنچه که تولید میکنن از یک زیبایی شناسی سنتی متأثر است یعنی این زیبایی شناسی سنتی نمیتونه که تأثیر بگذاره بر فکر و ذهنیت جامعه که فکر و ذهنیت جامعه را از نظر عقلانی مدیر بسازه من در دو مقاله به این مباحث پرداختم یکی مثلا از ادبیات فهمی ادبیات زدگی تا ادبیات فهمی و دیگری در مقاله ابتذال شیفتگی ابتذال شاعرانه یعنی این موارد با شعر و شاعری و با ادبیات چی کاربردی چی غیر کاربردی حالا بس خود کاربردیش هم مسئله است که یعنی چی ادبیات کاربردی با این مباحث زیبایی شناسانه نمیتونیم مباحث عقلانی را اساس گذاری بکنیم و مباحث خرد عقلانی را نادینه بسازیم بنابراین نخست باید مباحث عقلانی خرد عقلانی نقد ادبی مدرن مطرح شود که زیبایی شناسی ادبی ما دچار تعول شود مثلا ما در زیبایی شناسی هنوز دچار همان زیبایی شناسی هستیم که مولانا از زن داره دچار همان زیبایی شناسی هستیم که سعدی از آموزش داره مثلا سعدی میگه که گرگزاده عاقبت گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود هر روز این یک بحث زیبایی شناسانه است هر روز این را در هر کجا حتی در شاید در سینف درسی هم معلم بگوید که فلانی بدزاد است آدم نمیشه چرا؟ این سعدی گفته که مثلا در گلستان گرگ زاده عاقبت گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود یعنی کسی که پدرش یک خلاف کرده پسرش هم رقم پدرش خواهد بود این مباحث زیبایی شناسی باید مورد نقد قرار بگیره ادبیات ما از نظر زیبایی شناسی و معرفتی سنتی است باید مورد نقد قرار بگیرد و بعد از مورد نقد قرار گرفتن میتونه زیبایی شناسی هنری و ادبی دچار تعول شود و این زیبایی شناسی بر زیبایی شناسی هنری و ادبی و فرهنگی بعد از خود تاثیر بگذارد یعنی ما نمیتونیم بین زیبایی شناسی با زیبایی شناسی فکر و اندیشه و مباحث عقلانی رو دچار تعول بکنیم عادی شایی گرامی گفتن ادعای اجتماعی را در جامعه افغانستان چگونه ارزیابی میکنیم ادعای اجتماعی مشخص است که سنتی است شما اگر از ساختار اجتماعی زندگی اجتماعی فکر اجتماعی ارزش های اجتماعی مناسبات قومی ساختار سیاسی حکومتداری همه این مسائل را نگاه بکنید اما بر اساس مذهب یا قومیت گذاشته شده بنابراین این ادعاها یا تو مثلا بحث ازدواج و دوستی و سایر مناسبت ها یا بحث تصور از مردانگی زنانگی همه اینا مباحثی است که ادعای سنتی است و تا هنوز بر همان ادعای سنتی باقی است با همان ارزش های سنتی باقی است دچار امر تجدد به صورت جدی نشده است ثاقب آزاد گرامی فرق بین زیبایی شناسی کلاسیک و نو چیست؟ ما در دستبندی کلی سه گونه زیبایی شناسی داریم زیبایی شناسی سنتی زیبایی شناسی مدرن زیبایی شناسی پس مدرن این زیبایی شناسی شامل چی میشه؟ شامل دیدگاه ما به هنر شامل دیدگاه ما به ادبیات شامل دیدگاه ما و سایر مناسبت های فرهنگی میشه وقتی که ما اگر بیایم زیبایی شناسی سنتی که بیشتر در آرای ارسطو و افلاطون مطرح است تناسب و توازن است یعنی بین همه چیز باید یک تناسب و توازن مطرح باشد و همه چیز با اصل خود با طبیعت که ما از طبیعت تقلید میکنیم باید این اصل در نظر گرفته شود یک مجسمه ساخته میشه یک نقاشی جور میشه باید این مجسمه این نقاشی با اصل با صاحب خود با یک انسان کاملا همسانی داشته باشه هر چقدر به اصل خود نزدیک باشه
و شبیه سازی دقیق باشه، زیبایی شناسی معتبر هست در زیبایی شناسی سنتی، یعنی تصور زیبایی شناسی سنتی ثابت است. و زیبایی شناسی مدرنم شما، البته زیبایی شناسی مدرنم خیلی خلاقیت خود داره، یک زیبایی شناسی سنتی بیشتر متافیزیکی است، زیبایی شناسی مدرن بیشتر زمینی و انجانی است، یعنی بیشتر نگاهش با بدن، نگاهش با شعر، نگاهش با زندگی فرق میکنه و توصیف و تصویری که ارائه میکنه فرق میکنه. و این زیبایی شناسی هم بازم با اصل خود، با اصالت خود به گونه ای میتونه ارتباط داشته باشه، و بعضی زیبایی شناسی مدرن هم مثلا اگر شما از دیدگاه رومانتیسیزم نگاه کنید، از دیدگاه مثلا ناتورالیزم نگاه کنید، از هر مکتب فکری مدرن نگاه کنید، این زیبایی شناسی هم با هم دیگه کمی تفکیک میشه، اما در کل میوری این زیبایی شناسی مدرن انسان هست و خلاقیت های مؤلف و انسان است. و بیشتر تأکیدی در زیبایی شناسی مدرن تأکیدی بر امر والا شده که چقدر میتونه یک امر زیبایی بر انسان تأثیر بگذاره، که امر والا بحثی است که توسط کانت مطرح شده، یعنی زیبایی شناسی بدون سود و زیان باید بر ما اثر بگذاره. البته این زیبایی شناسی مدرن که توسط کانت مطرح میشه توسط احساس درک شدنی است، با در فلسفه یوم و در فلسفه کانت مورد نقد قرار میگیره. یعنی یوم میگه که زیبایی چیزی است که فرد از آن لذت ببره، یعنی امر زیبایی یک امر لذت فردی باید باشه، یعنی با سود و زیان ارتباط میگیره. اگر یک فرد از آن لذت نبره این چیگونه میتونه زیبایی باشه؟ بنابراین بحث زیبایی و بحث تفرد هم در زیبایی شناسی مدرن مطرح میشه. اما در زیبایی شناسی پس از مدرنیسم دیگر رابطه بین یک نقاشی و با اصل نقاشی وجود نداره، هرچقدر این رابطه دور باشه. اصلا همون بحث لیوتار است، وانموده است دیگر. ما نمیگیم که این نقاشی عکس چی است، تو نقش چی را کشیدی. در طبیعت چنین چیزی وجود داره که شما نقش آن چیز کشیده باشید؟ نه، بیشتر برساخته است، ساخته شده، خلاق است، ترکیب شده. مثلا دیگه وقتی کسی که بدن خود تتو و خالکوبی میکنه، شما وقتی نگاه میکنید ترکیبی از نقش ها است که در طبیعت وجود نداره. و اینجا بحث چی؟ تفاوت و کثرت مطرح است، یعنی انسجامی که در زیبایی شناسی مدرن وجود داره، کلیت گشتالتی که در زیبایی شناسی مدرن وجود داره، کلیت مفهومی ایگلی که میتونه در زیبایی شناسی مدرن وجود داشته باشه، انسانگرایی یا اومانیزمی که در زیبایی شناسی مدرن وجود داشته باشه، در زیبایی شناسی پس از مدرن میتونه وجود نداشته باشه. کاوه اندلیب گرامی پرسیده است که به نظر شما تغییر ارزش ها و گرایش ها تا چی اندازه میتواند شخصیت انسان را متحول سازد؟ همین بس هم دانا آروی در کتاب سایبورگ و زنان و میمونسانان و هم به حساب در همین کتاب انسان خداگونه عراری مطرح میشه که آیا ما تصوری میتونیم از انسان داشته باشیم، از شخصیت انسان که در این هزارها سال ما داریم و در لیبرالیزم این فردیتگرایی که از شخصیت انسان مطرح شده و این خیرتمیوری که از شخصیت انسان مطرح شده و این جنس های ثابتی که مثلا زن مرد از شخصیت انسان مطرح شده، آیا ما چنین شخصیتی از انسان ازلی و ابدی است، یا ما وارد یک انسان یک مرحله میشیم که دیگه این گونه ای را که ما تا انوز آورده بودیم به عنوان انسان یا ایفز میشه، یا در مناسبات با تکنولوژی، در مناسبات با سایبورگ و در مناسبات با نزدیکی انسان و تکنولوژی، یا ما وارد گونه جدیدی از انسان یا گونه جدیدی از یک موجود میشیم که یک انسانی
تاول اگر نگوییم تکامل یافته تاول یافته است مثلا با مغز ما آیا مثلا میتونیم حافظه اضافی هم جدای از موبایل ها و کامپیوترهای خود در مغز خود دستکاری بکنیم حافظه اضافی مثلا چیپ بگذاریم در مغز خود آیا با جنس خود مثلا با جنس زن و مرد در آینده چگونه برخورد خواهد کردیم آیا میتونیم مثلا به جای قلب خود یک وسیله مصنوعی بگذاریم آیا میتونیم که تماما مثل یک ماشین بدن انسان را ترمیم و دستکاری بکنیم تبدیل بکنیم مثلا اگر شیش کونه شد دفعتن تبدیل بکنیم اگر چشم بیناییش کم شد تبدیل بکنیم اگر قلب دچار مشکل شد تبدیل بکنیم اگر گرده دچار مشکل شد تبدیل بکنیم و در خشکی مثلا دچار مشکل شده ایم بخواییم در آبها زندگی کنیم در آینده شهرهای در درون آبها بسازیم آیا میتونیم در گردن خود یا در یک جای خود آب شیش بسازیم مثل مایی ها و این چیزا که بتانیم در اونجا زندگی بکنیم اگر چنین چیزهای اتفاق بیفته طبعا آنچه که ما از شخصیت انسان داریم یا تصوری لیبرالیستی و مدرنیستی و تصوری اومانیستی که از انسان داریم و به استقلال شخصیت انسان باور داریم و تصوری که مثلا کانت میگه انسان همه چیز میگه برای اینکه ابزار هست چگونه از او استفاده شده اهمیت داره اما انسان فی نفسه غایت خیش است یعنی انسان در انسانیتی انسان غایتی است که باید انسان بنا به او غایت خود مورد احترام قرار بگیره و این غایت انسان مورد سوء استفاده ابزاری قرار نگیره اما جان راولز در فلسفه سیاسی خود نقد میکنه بر این برداشت کانت میگه انسان همیشه مورد از انسان ابزاری استفاده شده و مورد استفاده بوده چه در دوره های فرعون و دوره های حکومت ها و امپراتوری های باستان چه در دوره های میانه و چه در دوره های مدرن از انسان استفاده ابزاری شده و به انسان ها نگاه ابزاری شده و به هر کس بنا به ارزش و بنا به موقعیت و موقفش استفاده شده بنابراین ما بحث این که واقعا انسان دارای غایت فی نفسه هست و این غایت و ذات قابل معامله نیست این چنین چیزی وجود نداره یعنی از نظر معرفتی هم نقد میکنه و اگر از نظر این که از نظر بدنی و مادی هم ما میاییم در آینده های نزدیک دچار تغییر و تحول میشیم و جنس مثلا دیگه ثابت نیست بدنهای ما با این صورتی که وجود داره دیگه ثابت نمیمانه بین سایبورگ ماشین و بدن بیولوژی و تکنولوژی مناسبات خلاق برقرار میشه طبعا میتونیم از یک نوع جدید و از یک گونه جدید صحبت بکنیم یا منتظرش باشیم البته در نظریه های پس مدرنیستی این مطرح است و این در این کتابی که دوستا اشاره بکنم در این دو کتاب اراری که کتاب از نظر علمی یعنی عامه پسند است یعنی برای متخصصان خاصی نوشته نشده برای همه نوشته شده پرخواننده است بنابراین دوستان میتونن که کتاب دو کتاب اراری که یکیش انسان خداگونه هست و این دو کتاب بخونه و در این کتاب انسان خداگونه از این مباحث اومانیستی و تصور ما که از شخصیت اومانیستی و لیبرالیستی داریم تا تصوری که در نظریه های معاصر و پست مدرن میتونه مطرح باشه از انسان اینا رو مورد بررسی قرار داده من از این کتاب از این دو کتاب استفاده خوب کردم یعنی تصور و درک خوبی از معرفت های جهانی و از معرفت های بشری پیدا کردم اگرچه قبلا در نظریات دیگه فیلسوفان خوانده بودم ولی در این دو کتاب که به زبان ساده تر نوشته شده بود و بیشتر قابل استفاده بود خوشحال و تندرست باشید با درود و مهر سپاسگزارم از همه دوستان